حالا که ما همه رو دقت کنیم، هر جمله از نماز خودش معانی مختلفی داره و باید موقع نماز خوندن توجه به اون کنیم. مثل قسمت آخر نماز شهادت، شما در شهادت نماز چی میگین؟ میگین اشهد ان محمدن عبده و رسول. اول عبد بودنشو اظهار میکنی، بعد رسالتشو. مولوی این جمله به نماز رو اینطوری تفسیر کرده، میگه بندگی کن تا که سلطانت کنم، تن رها کن تا همه جانت کنم، خوی حیوانی سزاوار تو نیست، ترک این خو کن که انسانت کنم، چون نداری درد درمان هم مخواه، درد پیدا کن که درمانت کنم، بنده شیطانی و داری امید چون ستایش همچو یزدانت کنم، سوی حق نارفته چون داری طمع همسر موسی بن عمرانت کنم، شکر و تضمیم مسلمانیت کو ای که میخواهی سلیمانت کنم، از چه شهوت قدم بیرون گذار تا عزیز مصر و کنعانت کنم، بگذر از فرزند و مال و جان خویش تا خلیل الله دورانت کنم، سر بنه در کف برو در کوی دوست تا چو اسماعیل قربانت کنم، در ضلالت مانده ای چون سامری آرزو داری که لقمانت کنم، چشم لاهوتی اگر داری بیا تا به بزم قرب مهمانت کنم، چون علی در عالم مردانگی فرد شو تا شاه مردانت کنم، قابل این رتبه ها چون نیستی سعی کن شاید مسلمانت کنم، همچو سلمان در مسلمانی بگور ای مسلمان تا که سلمانت کنم، تا توانی در گلستان جهان خار شو تا گل به دامانت کنم، همچو خاک افتادگی کن پیش از آن تا به زیر خاک پنهانت کنم، خانده ایگر تو یحب و صابرین صبر کن تا از محبانت کنم، با یتیمان مهربانی پیشه کن تا پس از تو با یتیمانت کنم، همچو ذاکر ذکر حق کن روز و شب تا مگر از اهل ایمانت کنم. انشاءالله ما همه دقت کنیم همانطور که در تشرف فرمودن و ذکر دادن، شب و روز به اون ذکر با خدا مشغول باشیم و سعی کنیم همونطور که دستور دادن عمل کنیم تا انشاءالله خداوند هم تفضل شامل همه ما بشه.